من هر روزم را در انتظارم، تو محبوبم را دیدار نمایم، او رفته از خانه ای به سازم، تا برگشته به خانه ام برم، پس بیا ای محبوبم ایسا در انتظار دیدار هستم. پس بیا ای محبوبم ایسا در انتظار دیدار هستم. با سلام مجدد خدمت شما محبوبان خداوند، خدا را شکر میکنیم برای محبتی که به کلام خدا دارید و امروز هم در این جلسه 11 مایل هستید درس جدیدی رو در کتاب غزل‌های سلیمان با هم دنبال کنیم. متنی رو که امروز قرائت خواهم کرد از باب شماره 4 هست، 15 آیه اول. خواهش میکنم به این کلام توجه کنید. اینک تو زیبا هستی ای محبوب ای من، اینک تو زیبا هستی و چشمانت از پشت برقع تو مثل چشمان کبوتر است. مویهایت مثل گله بز هاست که بر جانب کوه جلعاد خابیده اند. دندانهایت مثل گله گوسفندان پشم بریده که از شستن برآمده باشند و همگی آنها توام زاییده و در آنها یکی هم نازاد نباشد. لبهایت مثل رشته قرمز و دهانت جمیل است و شقیقه هایت در عقب برقع تو مانند پاره انار است. گردنت مثل برج داوود است که به جهت سلاح خانه بنا شده است و در آن 1000 سپر، یعنی همه سپرهای شجاعان آویزان است. دو پستانت مثل دو بچه توأم آهو می باشد که در میان سوسنها می چرند تا نسیم روز بوزد و سایه ها بگریزد. به کوه مر و به تل کندر خواهم رفت. ای محبوب ای من، تمامی تو زیباست و در تو عیبی نیست. بیا با من از لبنان ای عروس، با من از لبنان بیا. از قله امانه، از قله شنیر و هرمون، از مقاره های شیرها و از کوه های پلنگ ها بنگر ای خواهر و عروس من. دلم را به یکی از چشمانت و به یکی از گردنبندهای گردنت روبودی. ای خواهر و عروس من، محبتهایت چه بسیار لذیذ است. محبتهایت از شراب چه بسیار نیکوتر است و بوی عطرهایت از جمیع عطرها. ای عروس من، لبهای تو عسل را میچکاند، زیر زبان تو عسل و شیر است و بوی لباست مثل بوی لبنان است. خواهر و عروس من، باقی بسته شده است، چشمه مقفل و منبع مختوم است. نهالهایت بستان انارها با میوه های نفیسه و بان و سنبل است. سنبل و زعفران و نی و دارچینی با انواع درختان کندر، مر و عود با جمیع عطرهای نفیسه. چشمه باقا و برکه آب زنده و نهرهایی که از لبنان جاری است. موضوع درس این جلسه ما بر اساس این 15 آیه باب 4 کتاب غزل‌ها این هست: در نظر محبوبم زیبا و بی‌عیب هستم. بله عزیزان، کلام خدا به ما داره میگه که این داماد در رابطه با عروسش، این محبوب در رابطه با محبوبه میگه در نظر من زیبا و بی‌عیبی. وقتی این قسمت رو قرائت کردم جای سوال پیش میاد، چون وقتی محبوبه خودش رو خطاب میکنه در دو مورد میگه خواهر و عروس، خواهر من، عروس من، هم خواهر منه هم عروس منه، هم خواهر منه هم زن منه. و همین مورد کمک میکنه تا ما درک کنیم کتاب غزل‌های سلیمان در رابطه با رابطه دو نفر، هم بستر، هم عهد، همسر هست، اما نگاهی داره به رابطه روحانی بین خود مسیح، آن داماد آسمانی، و کلیسا، عروسش. چرا که ما یک چنین چیزی رو داریم میبینیم در متی باب 12، زمانی که عیسی مسیح داره خدمت میکنه، عده‌ای میان و میگن مادر و برادرانش بیرون ایستادن و
منتظرشن و عیسی مسیح جواب میده که مادر من کیه، برادرانم کی هستن؟ و در متی باب 12 آیه 50 میگه هر که اراده پدر من را که در آسمان است به جا آورد، همان برادر و خواهر و مادر من است. عیسی مسیح صحبت از ایماندارانی میکنه که طالب انجام اراده خدا هستند، اونها رو اینطور خطاب میکنه: برادر منه، خواهر منه و مادر منه. چطور میتونیم ما برای مسیح خداوند، برای داماد آسمانیمون، هم عروسش باشیم هم خواهرش باشیم؟ و این 100% تعلیم کتاب مقدسیه، چون ما برای او برادر و خواهر محسوب میشیم، چرا که او زمانی که در جسم ظاهر شد برادر ما محسوب شد، از ما محسوب شد، و زمانی که نجات دهنده ماست داماد ما محسوب میشه. پس این عبارت تکرار شده ای که اینجا مطرح میکنه، خواهر من و عروس من، داره داماد آسمانی به کلیسا میگه که زمانی که در جسم ظاهر شد مثل ما شد، او برادر بزرگ ما محسوب میشه. و زمانی که ما رو وارد عروسی بره میکنه به سبب نجاتی که محض فیض به ما داده، نجات دهنده ماست، خداوند و پادشاه ماست، یعنی داماد ما محسوب میشه، ما عروس او هستیم. در این قسمتی که برای شما قرائت کردم، شادی محبوبه در این نبود که دیگران یا خودش در مورد خودش چی فکر میکنه، شادیش بیشتر در اینه که ببینه داماد در مورد من چی فکر میکنه. پس محبوبه توجهش به دیگران نیست، توجهش به خودش نیست که خب حالا من در مورد خودم چی فکر میکنم، دیگران در مورد من چی فکر میکنن. نه، توجهش اینه که دامادم در مورد من چی فکر میکنه. و این شادیش بود. باب 3، محبوبه در وصف محبوب بهترین سروده رو میسرایه. در باب 4، این محبوب هست که در وصف محبوب سروده خودش رو میسراید. آیا وقتی این سرود رو خوندیم، این متن شیرین رو خوندیم که محبوب داره میگه محبوبه من تو اینطوری 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 اینطوری، و بعد میرسه به جایی که میگه دلم رو ربودی، آیه اینو، ای خواهر و عروس من، دلم را به یکی از چشمانت و به یکی از گردنبندهای گردنت ربودی. داره داماد میگه تو شدی همه لذت من. همین آیه رو نگه دارید. تا حالا من داشتم میگفتم این در رابطه مسیح و کلیسا معنی پیدا میکنه. اگه واقعا در رابطه مسیح و کلیساست، یعنی ما باعث شدیم دل او رو بوده بشه، آیا مسیح در رابطه با ما میگه دلم رو بودی؟ مگه ما چی داریم؟ مگر در ما چی هست که در رابطه با ما گفته بشه که ما دل او را رو بودیم؟ در این قسمت که قرائت شد، ما چند نکته رو بررسی خواهیم کرد. خواهیم دید که این داماد وقتی صحبت میکنه در رابطه با عروسش، نه فقط به عروسش داره میگه، ولی طوری میگه که همه بشنون و همه بدونن آسمان و زمین که من داماد در تو هیچ عیبی نمیبینم و تو برای من مطلقا زیبا هستی. نکته دوم رو که بررسی خواهیم کرد این هست که ما رو دعوت میکنه، چنان که دعوت کرد عروسش رو، برای همیشه به طور دائم و مستمر در مشارکت با من بمون. و در مرحله آخر خواهیم دید که میگه دلمو طوری رو بودی که اصلا نمیدونم چی کار بکنم. تا حالا شده شما انقدر احساساتی بشید که دست و پاتون رو گم بکنید؟ انگار داماد داره اینجور ابراز احساسات میکنه که به قیلان اومده دیگه، احساسات من، محبت من، رحمت من، فیض من به خاطر تو.
داماد آسمانی پس میگه من در تو عیبی نمیبینم. همه هم بشنون آیه شماره 7. ای محبوب ای من، تمامی تو زیبا میباشد، در تو عیبی نیست. و این آیه شماره 7 در آیه اولم بود، اینک تو زیبا هستی ای محبوب ای من، اینک تو زیبا هستی. واقعیت اینه که در نظر او ما زیبا هستیم، ما کامل هستیم، در زیبایی نقصی و عیبی نداریم، نه در نظر خودمون. وقتی خودمون رو داوری میکنیم میگیم خیلی ضعف ها هست، ولی وقتی گوش میسپاریم به این داماد آسمانی که در رابطه با ما صحبت میکنه، نگاه میکنه و به ما میگه ببین تو خیلی زیبا هستی، تمامی تو زیباست، از موی سرت تا ناخون پات تمامی تو زیباست و در تو عیبی نیست. او داره با فیضش به ما نگاه میکنه، او داره وقتی به ما نگاه میکنه زیبایی خودش رو بر ما میگذاره و داره زیبایی خودش رو در ما میبینه که میگه در تو عیبی نمیبینم. زیبایی بی عیب ما به خاطر کار تمام شده مسیح برای ما بوده. همه گناهان ما را آمرزید، همه مرضهای ما را شفا داد، تمام لکه و چین و چروک را برداشت، افسسیان باب 5، و در ما خلقتی تازه نهاد، خلقتی خداگونه، و خودش در ما ساکن شده، روح القدس عطا شده. وقتی نگاه میکنه با آنچه که خودش در ما کرده، خودش در ما شکل بخشیده، میگه ای محبوب ای من، تمامی تو زیباست و در تو عیبی نیست. و در رابطه با این زیبایی 7 مورد رو در آیه 1 تا 5 مطرح میکنه که در واقع شرحی از اعضای بدن محبوبه خودش. دقت کنید، در مورد چشم میگه، در مورد مو میگه، دندان، لب، شقیقه، گردن و پستانش میگه. یعنی داره شرح میده محبوبش چقدر زیباست براش. از بینندگان عزیز این خواهش رو دارم که فکر نکنن این شهوته، چون اگر شهوت بود به مثال تعالیم بسیاری که در دنیا ما میشنویم و میبینیم از ناف به پایین هم صحبت میکرد. ولی آنچه که ما نمیبینیم و نمیخونیم اینه، هرچه که توصیف هست توصیفی هست از آنچه که قابل رؤیت و دیدنه، نه آنچه که پنهانه و در زندگی این افراد پنهانی ترین بایستی پوشیده ترین قسمت زندگیشون باشه. پس اینجا یک محبت تقدیس شده است، یک محبت خالصیه که تاره توصیف میکنه بر اساس تشبیهاتی که میده، چشمان تو چطوره، موهات چطوره، دندانت چطوره، لبت چطوره، شقیقه و گردن و پستانت چطوره، داره توصیف میکنه زیبایی خودش رو که گذاشته روی اون، که هر کدوم از اینها معانی روحانی داره که من وارد اینها نمیشم، ولی داره میگه ببین در همه اینها یک زیبایی و بی‌عیبی مطلقی هست که به خاطر فیضیه که من به تو دادم. در کتاب سفنیای نبی باب 3 آیه شماره 17 میخونیم، آیه بسیار جالبی: یهوه خدای در میان تو قدیر است و نجات خواهد داد، او بر تو شادی بسیار خواهد نمود و در محبت خود آرامی خواهد یافت، او با سرودها بر تو شادی خواهد نمود. رضایت و شادمانی این داماد از عروسش اینه که وقتی بهت نگاه میکنم خیلی قشنگی، وقتی بهت نگاه میکنم تمامی تو زیباست، در تو هیچ عیبی نیست و در تو شادی میکنم. و این برای ما خیلی عجیبه که مای گناهکار خداوندمون داره به ما شادی میکنه. وقتی به ما نگاه میکنه در ما خودش میگه عیبی نمیبینم. این مورد اول بود در 7 آیه اول. در آیه 8 یک مورد دیگر رو مطرح میکنه که
نه فقط وقتی نگاه میکنه در ما عیبی نمیبینه، بلکه داره ما رو دعوت میکنه به یک مصاحبت، مشارکت مستمر، دائمی، هر روزه، شب و روز. پیغامی که خدا به یوشع داد، روز و شب در این کلام تفکر کن. در آیه 8 چی میگه؟ بیا با من از لبنان ای عروس، با من از لبنان بیا، از قله امانه، از قله شنیر و هرمون، از مغاره های شیرها و از کوههای پلنگها بنگر. با من بیا، دائم با من باش، فیض من تو را کافی است برای همیشه. به آنچه که هستی و ضعفات نگاه نکن، به آنچه من هستم و من میتونم برات بکنم نگاه کن. به آنچه در گذشته رخ داد نگاه نکن، پشت تو بکن، به طرف جلو خیشتن را بکش، به طرف من، به طرف آینده. بیا با من، با من بودم برای تو کافیه، بس، بیا با من. وقتی میگه بیا با من، یک پیغامیه که نمیگه بشین تصمیم بگیر با من میای یا نه، حساب کتاب تو بکن، خوشت میاد نمیاد، دستوره، پاشو بیا با من. و ما بایستی با او بریم. کجاها؟ صحبت چند تا کوه رو میکنه. کوههایی رو مطرح میکنه که در این کوها لذت هاست. کوههای لذت بخشی بودن. میگه ببین، در این دنیایی که خیلی لذت ها هست، در شادی هات هم با من بیا. و بعد صحبت کوههای شیرها و پلنگها رو میکنه که اشاره باید باشه به خطرات. میگه ببین، در تمام اون خطراتی که در این دنیا هم هست با من بیا، من برای تو کافیم. در تمام اون چیزهایی که اینجا ازشون میترسی، من قول میدم، این وعده ای منه، تو با من بیا، بودن من برای تو حفاظت ابدی توه. من که گفتم در تو عیبی نمیبینم، من که گفتم شادی من تو هستی. چه کسی برای تو بسنده است؟ چه کسی برای تو کافیه؟ چه کسی به تو میگه در تو عیبی نیست؟ همه میخوان تو رو متهم کنن، همه میخوان تو رو از بین ببرن. اگه دست دشمن بیفتی، آن دشمن کیه؟ کسی نیست جز آن که بدزد، بکشد و هلاک کند. اما من اومدم تو رو حیات بدم، حیات بیشتر بدم. با من بیا، دنبال من بیا، کنار من بیا. در پیچ و خم زندگی من هدایتت میکنم، در خوشی ها، در غم ها، در زمانی که دولتمند هستی یا فقیر هستی، بیماری یا سالمی، با من باش، با من بیا، من با تو هستم. بله، با من بیا، من با تو هستم. و وعده عیسی مسیح برای کلیساش در رومیان باب 16 این هست که خدای سلامتی به زودی شیطان را زیر پایهای شما خواهد سایید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. ای عزیزان، این پیغام خداست. شما با من بیایید، دنبال من بیایید. پیغامی که اینجا داره به محبوبه میده، محبوبه‌ای که در تو هیچ عیبی نمیبینم و تمامی تو زیباست، محبوبه‌ای که همه چیز من به تو داده شد، انگار که من پوشیدمت و کاملا پوشانیده شدی به وسیله من. و وقتی پدر به تو نگاه میکنه، دیگه گناهان تو رو نمیبینه، منو میبینه، قدوسیت منو میبینه روی تو، عدالت منو میبینه روی تو. به خاطر من فرزند شدی، به خاطر من تقدیس شدی، به خاطر من تو الان شدی آنچه که من به راستی میتونم بگم ای محبوب من، در تو هیچ عیبی نیست، تمامی تو زیباست. پس با من بیا. بر روی زمین کی رو میخوای؟ در آسمان جز من کی رو میخوای؟ من تنها نجات دهنده تو هستم. و در مرحله آخر آیات 9 تا 15 صحبت از این میکنه که دلم را ربودی، دلم را ربودی، از خود بی خود شدم به خاطر تو. داماد داره به عروسش میگه، محبوب داره به محبوبه میگه، مسیح داره به کلیسا میگه. مگه میشه؟
من ناچیز، من حقیر، من گناهکار، منی که میدونم تا حالا میبایستی به خیلی جاها میرسیدم ولی نرسیدم به خاطر تنبلی های روحانیم، منی که میبایستی مرد دعا و مرد کلام میبودم بعد از این همه سال نشدم، منی که بی‌اطاعتی کردم ناخواسته، خیلی وقتا خواسته، من که میدونم چقدر گناهکارم. پولس هر چقدر رشد کرد، بالاخره به جایی رسید که گفت من بزرگترین گناهکارانم. هر چقدر ما رشد میکنیم تازه میفهمیم چقدر بزرگترین گناهکارانیم. حالا داماد داره به من میگه، داماد داره به شما میگه، داماد داره به تو ایماندار عزیز میگه، دلم رو به یکی از چشمانت و به یکی از گردنبندهای گردنت رو بودی، ای خواهر و عروس من، محبت‌هایت چه بسیار لذیذ است، محبت‌هایت از شراب چه بسیار نیکوتر است، بوی عطرهایت از جمیع عطرها. من فکر می‌کنم این پیغام ما رو خیلی خرد می‌کنه، ما رو فروتن می‌کنه. چرا؟ چون ما می‌دونیم ما مثل مسیح نشدیم و بعض وقتا به خودمون میگیم چقدر به من اعتماد میکنه، چقدر به من ایمان داره که من کی هستم. نه داره ما رو فریب میده و نه اینکه راستی رو پنهان کنه یا تبدیل کنه، داره میگه من به تو نگاه میکنم از زاویه آن ابدیتی که تو را برای آن ساختم تا بی عیب باشی، تمامی تو زیبا باشه، و وقتی به تو نگاه میکنم که در من چی شدی و چه خواهی شد، این دل مرا میرو باید، از خود بی خود میشم. عیسی مسیح خداوند فیض خودش رو بر ما نهاده، به ما عطا کرده، به همین دلیله که ما بوی عطرهای خوش میدیم. او از خود بی خود میشه وقتی که میگه لبهای تو اثر را میچکاند، وقتی که عطا میکنه که دهان ما کلام زنده او رو بگه، ستایش ها در وصف او رو اعلام بکنه. کتاب مقدس میگه زبان از زیادتی دل سخن میگوید، وقتی دل ما رو تبدیل میکنه و به خاطر اون تبدیل ما داریم کلمات شیرین، کلمات زیبا، کلماتی در وصف او اعلام میکنیم، شهادت میدیم، تعلیم میدیم، بشارت میدیم، سرود میخونیم، دعا میکنیم، پرستش میکنیم. میگه لبهایت عسل را میچکاند، زیر زبان تو عسل و شیر است. و بیشتر میره توضیح میده که تو داری چه ها میکنی و میگه من از خود بی خود شدم، نه فقط به خاطر آن بوی تو که اصل فیض خودشه، آن کلام دهان تو که درباره خودشه، بلکه آن افکاری که در دلته، چون همونطور که گفتم زبان از زیادتی دل سخن میگوید. اگر زبان داره وصف خداوند رو میکنه، این تفکر روحانی در ما بوده که مسیح اینطوره. و بعد صحبت این رو میکنه که بوی لباست چقدر دلپذیره، داره میگه حتی اعمال تو دل من رو بوده. من خودم میمونم وقتی این وصف رو میشتوم و میدونم این وصف وصفیه که مسیح داره از کلیساش میکنه و من میدونم دلمو سپردم، من ایمان دارم به مسیح و به این جهت این میتونه وصفی باشه در رابطه با من، تو برادر و خواهر در مسیح. و وقتی میخونم این منو خیلی خرد میکنه، این منو فروتن میکنه که مسیح، این داماد من، چه نگاه شیرینی به من داره. و
و وقتی میخوام وارد عمق این کلامی که میگه در رابطه با خودم بشم، فقط میرسم به جایی که بگم خداوندا، خداوندا، همش در رابطه با فیضه و چیزی نیست جز فیض. و اینجاست که محبوبه فقط داره میشنوه و خودم رو جای محبوبه میگذارم. الان محبوبه چه احساسی داره؟ از خودم میپرسم من چه احساسی دارم وقتی مسیح داره در مورد من گناهکار ضعیف به این زیبایی سخن میگه و چنین تصویر زیبایی رو ترسیم کرد. منو خرد میکنه، منو به ستایش بیشتر میکشه، منو وادار میکنه بیفتم و بگم ای خداوند، نه، همه چیز درباره توئه. اگر در من نیکویی هست، زیبایی هست، از آن توست. اگر در من شکست و بدی هاست، از آن منه. منو میکشه به تمجید کردن او، چون میدونم بدون او من هیچم و هیچ نمیتوانم کرد. من درک میکنم که اگر خداوند نمی بود، من هم نمی بودم. اگر فیض عظیم او نبود، اگر دست زوراور او نبود، هنوز در گناهان خودم من مرده بودم. برای همین وقتی نگاه میکنم به این فصل و میگم بله خداوند، هرچی از درباره توه، هر جلالی هست از آن توه، هر نیکویی هست از دست تو صادر شده. من ذات گناهکار دارم، با گناه زاییده شدم و این جسد به خاک برمیگرده، اما روح رو تو دست گذاشتی روش، داری تقدیس میکنی، داری برکت میدی، منو داری شبیه خودت میسازی. اگر این توصیف رو در رابطه با من میکنی، در واقع داری خودت رو توصیف میکنی که در من مایلی شکل بدی و دل من شادی میکنه. من دل تو را رو بودم، این تو هستی که دل منو باز کردی، این تو هستی که چشم منو باز کردی، این تو هستی که دستت رو دراز کردی و تصمیم گرفتی منو برای خودت کسب کنی، نجات بدی، عروس خودت بکنی و در این بیابان حمایت بکنی تا به روزی که در آسمان بر روی اون سفره عروسی بره بنشینیم و من اونجا خواهم گفت آمین، در خود عیبی نمیبینم، آمین، تمامی من زیباست، چون آنچه که در من کردی به کمال رسید و الان بر سر سفره میبینم. جلال بر نام داماد آسمانی.